بیداد روسپیگری و انکار حکومت. آخر چقدر؟ بالا داری میگی دیگه. آره دفعه همید. ژاله شادی طلب استاد جامعه شناسی در سال 1386 طی پژوهشی درباره زنان تنفروش در تهران به نتایجی تکان دهنده رسید. طبق آماری که او به دست آورد 42% این زنان از طریق شبکه‌های اجتماعی، 25% از طریق تلفن و 22% کنار خیابان به کار مشغول هستند. فاجعه آنجا هولناک‌تر می‌شود که از میان زنان تنفروش 11% به اجبار شوهر و 18% هم به اجبار والدین، غالباً پدران، تنفروشی می‌کنند. همچنین 42% این زنان مجرد، 39% آنان مطلقه، 11% دارای همسر و 4% آنها بیوه هستند. فرهناز سلیمی فوق لیسانس روانشناسی نیز از فعالان این عرصه است. او با هدف کمک به زنان آسیب دیده خیابانی، جمعیت آفتاب را به همراه همسر روانپزشک خود و 4 کارمند در تهران راه اندازی کرده است. او یک بار موفق شده بود با حضور در یکی از کمیسیون‌های اجتماعی مجلس آمار واقعی تنفروشی را به گوش نمایندگان برساند، اما یکی از نمایندگان زن آمارها را کذب خواند و فریاد زد این خانم دارد اشاعه فحشا می کند، زن آسیب پذیر چیست، بیرونش کنید، و او را بیرون کردند. ای را مورد عتاب قرار دادند تا خاطرشان از واقعیت جامعه آزرده نشود. سلیمی بزرگترین علت تنفروشی زنان را فقر و تامین مواد مخدر برای خود یا همسرشان می داند. او درباره قیمت تنفروشی زنان می گوید قیمت ها با توجه به نوع افراد، لوکس و ساده متفاوت است، از شبی چند صد هزار تومان تا 5000 تومان. به گفته او بسیاری از زنان تنفروش بر این باورند که تنفروشی نمی کنند، بلکه طبق قوانین شرعی و صیغه عمل می کنند. آمار زنان متأهل تنفروشی که طبق پژوهش خانم شادی طلب در سال 1386 11% بود، بنا به بررسی‌های خانم سلیمی در سال 1395 به 35% رسیده است. بسیاری از این زنان در پی ارتباط‌های جنسیشان باردار می‌شوند. گروهی در دوران بارداری سقط جنین می کنند، گروهی فرزندانشان را می فروشند و بعضی هم فرزندانشان را به سازمانهای حمایتی می سپارند. بسیاری از این بچه ها شناسنامه ندارند، رها شدند یا به عنوان واسطه مواد مخدر از آنها استفاده می شود. آمار ایدز و اعتیاد نشان می‌دهد که در بازار سکس ایران به سلامت و بهداشت اهمیتی داده نمی‌شود. با توجه به اینکه 75% مشتریان زنان تنفروش متأهل هستند، شمار زیادی از همسران بی اطلاع این مشتریان هم در معرض بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز هستند. حکومت ایران سال هاست این موزل اجتماعی را با انکار یا سرپوش سیغه به زیر فرش جارو می کند. به جز چند آمار از سالهای گذشته که چند پژوهشگر دلسوز تهیه کردند، هیچ آمار رسمی دولتی در این زمینه وجود ندارد. در عوض گزارش های فاجعه بار فراوانی وجود دارد که خبر از عفونی تر شدن این موزل در جامعه ایران می دهند. یکی از دلایل حادتر شدن این موضوع سقوط ارزش ریال در ماه‌های اخیر بوده است. این سقوط نه فقط وضعیت زندگی ایرانیان را سخت‌تر کرده، بلکه ایران را در نظر شهروندان کشورهای همسایه هم برای خرید کالا و هم برای گردشگری جنسی به مقصدی جذاب تبدیل کرده است. از تنفروشی زنان که بگذریم، تنفروشی مردان هم در ایران بیشتر شده است. اکثر مشتریان این مردان جوان زنان مسن و ثروتمندی هستند که احتیاجات مالی آنان را برطرف می‌کنند. دلایل متفاوتی برای تنفروشی در کشورهای مختلف با فرهنگ‌های گوناگون وجود دارد، ولی بزرگترین دلیل آن فقر است.
در کشورهایی که دولت حداقل پایه مخارج زندگی از قبیل خوراک، مسکن و بیمه را برای افراد بیکار مهیا می‌کند، درصد تنفروشان بومی بسیار کم است و بیشتر تنفروشان مهاجران فقیری هستند که به این کشورها کوچ کرده‌اند. اغلب این کشورها درآمدی از منابع طبیعی مانند نفت و گاز ندارند و فقط از طریق صنعت و مدیریت عقلانی کشور می توانند حداقل رفاه اجتماعی را برای تمام شهروندان خود تأمین کنند. کنترل پدیده روسبیگری در هیچ جای دنیا کار آسانی نیست، ولی انکار آن در ایران از سوی حکومت به معنای نرساندن پادزهر برای مقابله با زهری است که در خون اجتماع پخش شده و قلب آن را نشانه گرفته است.